دوستان رو تقدیم کرده. اگر جناب رحیمی اجازه بفرمان، من میتونم برای دوستان مختصری بگم تا اگر مطلبی هم بین صحبت های من عزیزان براشون پرسش پیش میاد میتونن بپرسن. این بدافزار یا در واقع جاسوس افزار توسط یه شرکت اسرائیلی به اسم NSO Group Technologies ساخته شده که میتونه حتی با یک تماس، یعنی مثل میسکال در واقع تلفن‌های هوشمند رو در واقع آلوده بکنه و به اطلاعاتی که مایل هست دست پیدا بکنه. معمولا نرم افزارهای این چنینی در دارک وب طراحی می‌شدن، ولی جالب استش که این پگاسوس توسط یه شرکت مهندسی در واقع خیلی معروف و در دسترس در واقع طراحی شده. در ابتدای کار پگاسوس قرار بودش که در اختیار نهادهای دولتی و نهادهای امنیتی و در واقع غیر خصوصی گذاشته بشه که در صورت درگیری و مواجهه با پرونده‌های تروریستی یا مسائل امنیتی قادر باشن که از این بدافزار استفاده بکنن و اطلاعاتی رو که برای مسائل امنیتی و ضد تروریستی دولت‌ها در واقع احتیاج دارن بهش دست پیدا بکنن. به هر حال بعد از اینکه این بدافزار افشا شد و خیلی از موارد اون لو رفت، حقیقت‌های آشکار شد که نشون میداد در واقع از این دستگاه برای نفوذ به حریم شخصی افراد و سرقت اطلاعات کاربران هم در سطح اینترنت استفاده شده و در یک لیست 50,000 شماره‌ای که اخیراً هم منتشر شد نام فعالین سیاسی، کنشگران سیاسی و در واقع عرض کنم خدمت شما روزنامه‌نگاران هم دیده میشه. به هر حال در نتیجه نرم افزار پگاسوس یه مقداری بایستی بیشتر باش آشنا بشیم از این بابت که میتونه حتی با یک میسکال و در واقع تماسی که از منبع این نرم افزار که با قیمت کلان همجوری که جناب رحیمی هم فرمودن بین 550,000 دلار تا 800,000 دلار به سرورهای این شرکت اطلاعات رو در واقع وصل کنه، مرتبط کنه و بتونه که به اطلاعات شهروندان هر کشوری که از این نرم افزار استفاده میکنه دست پیدا بکنه. و اون چیزی که مشخص شده تا اینجا بر اساس اهدافی که شرکت پگاسوس مد نظرش بوده و در قراردادها ذکر شده این اتفاق نیفتاده و همونجور که میدونیم دامنه جنگ‌های اطلاعاتی و دامنه مسائل سایبری اینجوری نیست که با قراردادها مشخص بشه. بعد از اینکه از این دستگاه شروع به استفاده میشه دامنه اطلاعات به صورت زنجیره‌ای افزایش پیدا میکنه و خود به خود کنجکاوی‌ها باعث میشه که کاربران خصوصی هم از به اصطلاح رصد این نرم افزارها مسئول نمونن. اما اون چیزی که خیلی نظر منو جلب کرد و جالب بود این هستش که به طور مثال لیست شماره تلفن هایی که در واقع بسته های تلفنی که بخواد این نرم افزار مورد مراقبت و تخلیه اطلاعاتی قرار بده بسیار گران هست. هر بسته 10 شماره تلفن یه چیزی حدود 650,000 دلار هزینه قیمتی است که باید به شرکت پگاسوس در واقع به شرکت NSO پرداخت بشه و این نشون میده که به هر حال در رصد شماره تلفن ها و دریافت اطلاعات یه محدودیتی حداقل قائل شدن و به راحتی به خاطر گرانی این مسئله نمیشه هر شماره تلفنی رو سراغش رفت و در واقع ازش اطلاعات کشید. بنابراین به احتمال زیاد همون مسئله رقابت های سیاسی و در واقع مسئله تروریستی که باید بذاریم کنار، مسئله رقابت های سیاسی مهمترین مسئله است که خریداران پگاسوس دنبال میکردن. همونجور هم که عرض کردم در لیست 50,000 نفر عمدتاً فعالین سیاسی و روزنامه نگارها دیده شدن، از مکزیک گرفته تا هندوستان تا
در واقع آذربایجان، جمهوری آذربایجان و خیلی کشورهای دیگه که تا الان آمارش استخراج شده. و اون چیزی که دوستان ما و هموطنان ما نیاز نیست نگرانش باشن، همین گرانی نرم افزار هست. و به هر حال اگر که در مسائل سیاسی به شکل جدی دوستان بازی نمی کنند یا در واقع مسائل سیاسی رو به شکل جدی تعقیب نمی کنند، دلیل این که هزینه های استفاده از این بدافزار بسیار بالا است، لزومی نداره که نگران اطلاعات شخصی باشند.